افشاگری رضا ملک از درون زندان اوین. رضا ملک زندانی سیاسی که در تاریخ 30 اردیبهشت ماه 1396 در منزل مادریش بازداشت شد، در یک تماس تلفنی با شبکه جهانی دور تیوی از درون زندان اوین دست به افشاگری جدیدی زد. افشاگری اخیر رضا ملک در ارتباط با بازدید تبلیغاتی نمایشی سفرای خارجی از زندان اوین برخی جنایات صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه و دخالت مستقیم رهبر نظام در برخی بازجویی ها و همچنین شبه کودتای نظامی بر علیه کابینه دکتر روحانی می باشد. توجه شما رو به سخنان رضا ملک از درون زندان اوین جلب میکنم. ضمن سلام به دوستان دور تیوی، خواهش مند است این مطلب رو، این فایل صوتی رو، حالا به هر شکلی که خودتون میدونید، به صورت فایل صوتی و یا مکتوب در چند بخش، یک بخش منتشر بفرمایید. به نام خدای اسیران، ریاست محترم قوه قضا، آل جناب لاریجانی، قاضی القضات جناب خامنه‌ای، روزنامه محترم حمایت، ارگان رسمی قوه قضا، نورد مقاله مندرج در آن جریده مطبوع نسبت به گزارش وکیل این جانب بانوی نوبل حقوق بشر ایران شیرین عبادی، خواهشمند است نسبت به درج این پاسخنامه اقدام فرمایید. در ابتدا از آن عالی جناب اجازه میخواهم قبل از پرداختن به پاسخنامه حمایت خود را از دستگیر شدگان بهایی و فریدون اعلام نمودی خاتمشان نمایم. شبه کودتای رژیم علیه کابینه آتی روحانی محبوب مخاطب گرامی، این تماس توسط زندانی بازداشتگاه اوین می باشد. خاطرنشان نمایم شبه کودتای رژیم علیه کابینه آتی روحانی محکوم به شکست است، هرچند آزاد شد، هرچند که این جانب ظلم از جانب هرکس علیه ملت و آسی هستند. ادامه ای پاسخنامه. آری جناب قوه قضا، از آنجا که این بانوی بزرگ در گزارش دیدار هیئت سفرا از زندان اوین صرفا به جمع‌بندی مشاهدات این جانب و دیگر افرادی که در چهارشنبه سیاه به بانو جهانگیر نماینده حقوق بشر سازمان ملل اقدام و بسنده نموده چیزی از خود مطرح نکرده است، لذا این جانب که شاهد واقعی در جریان بازدید بودهام بر آن شدم تا پاسخی در خود تقدیم نمایم. قابل بیان است که این بانوی بزرگ به علت مظلومیت زینب بارش قادر به حضور در وطن و دفاع از خود نبوده و در سنوات زندان 13 ساله این جانب وکیل پیگیری کننده شکایت این جانب در دریایی از شکنجه علیه من بوده است. شکنجه هایی که رژیم شما حتی هرگز نسبت به مداوای آثار آن اقدامی صورت نداد. حالی جناب صادق خان، قاضی القضات باشتین، پرداختن شما و روزینامه شما نسبت به این بانوی بزرگ با توسط به مشتی اتهام سخیف و با انشای سردرگم و بیمحتوا جای تعجب نیست. در نوشتار شما به ایشان اتهام دروغ پراکنی داده شده. اتهام گزارش من در آوردی به نظر میرسد این مقالات برای خالی نبودن عریضه نوشته شده باشد، آن هم با انشای سردرگم، بیمحتوا و بیسروته و کاملا دبستانی. در آن گفته این از کجا معلوم از کجا میتونید که گزارش شما راست باشد و لذا دروغ است. آری این جانب بسیار از زندانیان سیاسی و اقلی از زندانیان مادی دانه درشت در جریان انتقال ما به پستوها و سلولها در رفت و برگشت و در حین معرکه گرد. مخاطب گرامی، این تماس توسط زندانی بازداشتگاه اوین میباشد. آری این جانب بسیاری از زندانیان سیاسی و اقلی از زندانیان مادی دانه درشت در جریان انتقال ما به پستوها و سلولها در رفت و برگشت و در حین معرکه گردانی در محوطه زندان و در حضور سفرا شاهد عینی تمامی ماجرا بودیم. وقتی قاضی القضات یک مملکت به روزنامه رسمیش اینگونه واضح و مبرهن دروغ میگوید و به شاهدین دروغ میگندد، به یقین عدالت ادعایی در بوخا رو به سخره گرفته است. وقتی شما خود اینچنین واقعیت مسلم را که در مقابل چشمان دهها نفرسوژی و قربانی و مشاهدات 2200 زندانی را منکر میگردید، یعنی آنکه قاضی القضات در دستگاه قضای شما کذاب است. چیزی آشکار با چند هزار شاهد، یعنی عدالت شما دروغ مسلم است، یعنی هزاران و میلیون ها بی عدالتی و ظلم و پیزم و به 14 مرتکب شده اید ولی منکرید که شده اید.
که ظلم کرده ولی باز برام پای میفشارید و این کار میکنید. آقای جناب بیافین همین یک فقره دروغ شما به بدیهی ترین و آشکارترین اتفاق کافی است که عدم مشروعیت 14 احکام شما رو باطل کند. این دروغ غیر از دروغهای دیگر است. این دروغ سند ابطال 14 احکام ظالمانه شماست. این دروغ سند اثبات حقانیت ملت است که شما به ناحق و نامشروع بر آن حجوم راندید. آقای جناب صادقان کورس رسوایی نیرنگ و فریب شما برای تدویر ملت و برای فریب جهانیان 14 است که به عرش رسیده است. آقای جناب دور زدن حقوق بشر و خریب نمایندگان دولت نخواهد توانست آبروی به دستگاه حساب گستر شما عطا کند. صادقان تشخیصهای دستگاه شما مدتهای مدیدی است که بر زمین خورده. جناب صادقان میبینید مقامی که ولی نعمتش را در رژیم شما به قحط میرساند آیا چگونه با قضای فاصلش میتواند ملتی را به نیکبختی برسانند؟ مخاطب گرامی، این تماس توسط زندانی بازداشتگاه ادریم میباشد. لذا مایلم اگر اجازه فرمایید ابتدا تصویری از شما و قوه محتضر قضا را به طور واقعی به تصویر کشم. در پایان نیز شمعی از عملکرد دستگاهی که شما هرگز حق دخالت بر آن را ندارید یعنی محاکم سیاسی واسه مصداقی از پشت پرده یک بازجویی و محاکمه مضحک برای روشن شدن واقعیات و بیعدالتی علیه سیاسیون را تقدیم ملت عزیز نمایم. لذا ابتدا سبقی از تاریخی خود شما از پدربزرگتان پدربزرگی که ردای روحانی داشت و کسای آن را نه کسای آن را آلی جناب در آن مکتب که درس قضا و تلمس فرمودی حجره شیطان اکبر است. آلی جناب آن استاد درسش روان فرمودی شیطان رجیم است نه فرشته وحی. آلی جناب آن قضا که بر سر ملت آوار نمودی سیاهی ابلیس و نه کتاب مقدس است. آلی جناب صادقان بنگه که دست فریب استاد شما بر سر امت آوار کرده است. صادقان تو قاضی القضات ملتی و نماینده ابلیس اشقنی. بلی بهتر دیدم که ابتدا از پدربزرگی شریفتان عرض کنم. وقتی رضا شاه کمر به نابودی تدبیسگران و روبهان بره نما بسته بود روزی به همراه آیدانساید گذرش به خطه شما افتاد. آیدانساید در ضیافتی پدربزرگ شما را به رضا خان معرفی و سفارش میکند که ایشان را همچون دیگران مدان که تافته ای دادا بافته است. همین سفارش اصحاب بان گردی که تا جناب خامنه‌ای سه برادر را بر سرنوشت ملت ایران در دو قوه حاکم کند تا با وضع قوانین ملت ایران را چهارچنگوله و با استفاده از نیروی قهری و کودتاگر سپاهیان ظلمت کنترل نماید. سپاهیانی که بر تمام تاروپودی اقتصاد ملت همچون شبهی سیاه سایه افکنده و هیچ راه گریزی برایش متصور نیست. آری جناب فساد جاه‌طلبی دنیادوستی چنان شما مخاطب گرامی، این تماس توسط زندانی بازداشتگاه ادریم میباشد. آری جناب فساد جاه‌طلبی دنیادوستی چنان شما سه برادر را در خود فرو برده که آن انگار اون به جاودان دارید. محمد جواد همونطور که پیشتر گفتن با تصاحب زمین های مردم و بیرون راندن 16 خانوار روستایی جلیل آباد برامین با تغییر اسناد و سوء استفاده از قدرت در قوه شما و تصاحب بیش از 900 هکتار زمین دولتی و سیاسیون آنگونه زان میکند که انتون ابلیس با نرد وارونه هرچند خداوند انتقام بسیار بدی از او را توسط فرزند منحرفش ستانده است. علی نیستم که آن زیر از پلیتی های از خرام شمسش حدود 100 هکتار زمین از مردم رو هم در زمین از مردم رو در شرق تهران و در کنار منحرفین معتاد دیگری همچون حسین جریان مدار خوشی که همون به کمک حفاظت وزارت اطلاعات کتاب شمود اشوا را دستنویس کرد و در سلول های 209 قبل از چاپ به عنوان پاسخ کتاب افشاگری این جانب به من نشان داد. آری علی همینه در حال فروش خواهد که قرمز بخشی از زمین و آماده سازی بخش دیگر برای ویراسازی با تغییر کاربری از کشاورزی. علی که از دختر آیت الله به خاطر دست اندازی به همسر چمرم سیلی جانانه خود و آبرو گردید میخواست با تصویب لایحه یا طرحی ازدواج فرزندخوانده ها رو نیز قانونی رسمی کند که موقتا جیهش به سهم خورد. آیت شیطان ما نیز که شما جناب قاضیان قضات باشید فقط خلق شدید برای شکنجه و قتل و اعدام تا جاده را برای استادت و ماندگاری جاودان خاندانش بر قدرت هموار نمایید. هرچند قاضیان قضات در مقوله محاکم سیاسیون محلی از اعراب ندارد و این مهم. مخاطب گرامی، این تماس توسط زندانی بازداشتگاه ادریم میباشد. و این مهم به هیئت سه نفره در دفتر مقام عظما تعلق دارد ولی در عوض شما به لحاظ پیس و افادت کم نمی آورید. آری سرمش سیاسیون که به زون در زندان ها یا حزها قربانی مطامی آقا می شوند در هیئت سه نفره مجتبای جیب و تاهر رقم می خورد. آنگاه به
آنگاه به معاونت امنیتی بیدادگاه انقلاب و توسط ابلاغ و توسط قضات فاسد اینجام میگردد. قضات فاسد که همچون آن آخوندک حکومتی سیدی مستجهش با هلموت خوفر آلمانی معارضه گردید و اینک باید منتظر تبعید سیدی جناب سلواتی مان تا با جیسون رضاییان معارضه گردد. ویدئویی که به خارج ارسال شده ولی تهیه کنندهش مرتبا به دوحل و وزیر باجیه برده می شود. البته در پایان پاسخنامه برای روشن شدن و تاکید واقعیت صدور احکام سیاسون در دفتر آقا یک مصداق عرض خواهم کرد تا این واقعیت بیشتر روشن گردد. و همه گروهی فاصل غذا چیز و مصداقی دهشتناک از گروهی غذا در اواخر دهه شهست و اوائل دهه هفتاد بیان میکنم تا شما هم بیشتر از سبقی دستگاه خود به مطلع گردید. بیان این جهت از آن جهت مهم است که ملت بزرگ ایران بدانند آنگاه که عوامل این قوه هنوز چون امروز گرگ باران دیده نگردیده بودند و اینچنین وحشیانه در عرق و ناموس و جان و مال ملت نتاخته بودند چه جنایت ها مرتکب می شودند و حالا که امروز بدل به درندهای به تمام معنا گردیدند چگونه همچون اکتاپوس بر سر مشت ملت سایه افکندند. آیا مخاطب گرامی، این تماس توسط زندانی بازداشتگاه اوین می باشد. آری آنگاه که قوه قضا همچون امروز فرق در قضا نگردیده بود اتفاقی افتاد، اتفاق عجیبی ریشهری که خود نیز در جای دیگر دچار بسیاری از جنایت‌ها شده بود با هماهنگی آقای خمینی دستگاه اطلاعات را یکسره برای کنترل قضا و دستگاه قضا بسیج کرد. پس از مدتها که انبارها مملو شد از فیلم و صدا و اسناد مکتوب از ظلم افسار گذشته تجاوز به اون تجاوز به خرید چپاول مال انبار و اسناد سرقی مالکیت داده شده مردم با این مدل نفوذ در ثبت اسناد و در یک کلام که شبیه خون مشابه حمله و آتش زدن کتابخانه ها و به کنیسی بردن دختران و زنان ایرانی توسط بدوی های وحشی از طرف دیگر سلول های 29 مملو شد از قضات و کارگزاران قوه این حال بیدادگاه ها را ملخ زده سود و کور خالی از سکنه اسناد مستحجن که هم بود که یک فقر از آن تکان دهنده می نمود. مثلا ویدئوی قاضی و سرهنگ زن قربانی از ظلم قوه قضا را در حین تجاوز به شکلی ستبقه و همزمان مورد تعرض همجانبه نشان می داد. فراوان بود از این اسناد دهشتناک قاضی که همینک در بیدادگاه انقلاب و سرهنگی که همینک سرداریست در حفاجا نگهداران ستون خیمه انقلاب هم ناگه هم قاضی عبوزاد قاضی عبوزاد وقت جناب یزدی با استفایی در دست نزد رهبر فرزانه حاضر و رهن خداحافظی سرداد ولی با ابراز پشمانی رهبر از دستگیری مواجه و بناسور امر به آزادی فاسقی نمود. با شدید قاضی عبوزاد قوه قضا دوباره بدپا شد و جان گرفت و سرنوشت ملت که قربانی را بار دیگر در دست بگیرد تا بار دیگر بیمهاباتر علنیتر و کاسبکارانهتر از قبل قضات و کارگزاران بتوانند بود. مخاطب گرامی، این تماس توسط زندانی بازداشتگاه اوین میباشد. قضات و کارگزاران بتوانند با تفاوت چند هزار برابری جنایت بیاخیانند و هیچ چیز جلوگذارشان نباشد. آری این است دستگاه قضای مدعیان اسلام و ناب محمدی که میخواهند آن را به دنیا صادر کنند، آن هم با سرنیزی دوزان سپاه. فساد فراگیر در جامعه نمونه ولایت فقیه چنان است که دهها صندوق فریبنده قضالحسنی با پولهای حرام دزدی و مواد مخدر توسط همین آقایان و آقازادهها و سرداران پولشویی میشود و میشده است. مملکت ولایت فقیه که اقلیتی دوز و فاسد بر اکثریت قربانی و مفلوک حکم میرانند در این صورت است که قاجر بزرگ شاگرد مکتب جناب خامنه‌ای و به نمایندگی از دستگاه باطل قضا با هر روشنگری و شفافیتی مخالفت مینماید تا در تصوهای تاریک بتواند هر فریادی را خاموش کند، شکنجه کند، به قتل رساند یا در زندانهای زیرزمینی و مخفی همچون زندان باقوه شکرج روی زندانیان غیرقابل بازگشت آزمایشات بیولوژیک صورت دهد، بدوزدد، چپاول کند تا جامعه را به اقلیت اکثریت تبدیل کند که یک سراش جناب خامنه‌ای و محسن رضایی هاست که ثروت حجت ها پول خورد توکیمی فرزندانشان است و سر دیگرش نیز تودهی عظیم از فقر و فساد و سر دیگرش تودهی عظیمی است که از فقر به فساد کشیده شده و می شود. به قول فردوسی بزرگ توفو بر توی چرخی گردون توفو و البته اطلاعات سپاه که علی آقا لایجانی به عنوان ضابط قوه فاصل غذا مسببش کرد سلول های دو هدف و بسیاری خانه های هم در سطح تهران و شهرها از بیهوده هایی است که زندانیان فراموش شده بسیاری در آن پنهان هم سلول هایی که گاهی چند سال زندانی را در خود بلیدن همچون خود من که 77 ماه در بند 209 و حدود 12 ماه نیست در سلول های بند 203. مخاطب گرامی، این تماس توسط زندانی بازداشتگاه اوین می باشد.
همچون خود من که 77 ماه در بند 209 و حدود 12 ماه در سلول های بند 240 اندکی نیز در بند 2 علیف سپا گذاروندم و اینجا ما ایران به طور مستقی یک کیس بازجویی از 2 علیف به روند بازجویی از یک هرمرد در بند سپا بازگو نمایم هرچند در تقریه که قرار در این رادمرد ایسا کنم خودش اناس کرد که راضی به دهانی سالت و وارد هم مقوله نمی شود من چه میگویم کیسی از بازداشت و بازجویی جدید او پس از 88 می باشد احساد نروی علاقه خود ایشان نیست در ماجره پشت پرده این بازجویی ها نیست افرادی که از بیرون بازجویان دو اهل ساید آید می کنند معمولا سرداران و از حضرت آقا هستند سردارانی که در که پیشکست خود را فرار کردند بازجویان اکثرا افراد پیش با افتاده و مخلوق هستند همونطور که خودم در دو اهل شاهد بودم آنها مرتبا سوال می گرفتند و چون بی اثر بود دوباره و چند باره آنها در نهایت پیش خواهشی های رکیف رو برای من در پیش گرفتند که آن نیز کارآمد نیفتاد در زمان بازجویی به ازاد جلسی در مقطع شهریور شهریور را میرشم 88 کمیته امنیت روانی شورای امنیت ملی با موضوعیت بازجویی به ازاد تشکیل می شود که حسن محقق رئیس سارارو گزارش از روند بازجویی به ازاد تحمیل کند لیست حاضر این جلسه عبارت بودند از حسین شهرمدار حاج حمید نام نماینده سپاه که اخیرا فوت شده نماینده وزارت اطلاعات مقدمتر مدیر عامل خبرگزاری فارس پیمان جبلی و دو نفر از کارشناسان میزابینیسهایش نماینده جلیلی بهایی زاده نماینده مرکز خبر و مسئول 23 سیما سردار محقق رئیس سارالله مسئول و شکنجهگاه دو مخاطب گرامی این تماس توسط زندانی بازداشتگاه اوین میباشد سردار محقق رئیس سارالله و مسئول شکنجهگاه توالت این گزارش از اون جهت مهم است که ببینید بالاترین مقام این کشور چقدر بدبخت است که برای به مغور آوردن زندانیان تا چه حد مایه میگذارد زیرا خودش حتی بدون یک چیزی در کمیته مشترک استادش منتظر به فروغ محقق در این جلسه از مقامات بهزاد در زیر بازجویی سخن میگوید و ادامه میداد ما پس از بنبستهای پیدرپی مکررا با حضرت آقا جلسه داشتیم و گزارش میدادیم آقا نیز سؤالات بازجویی جدید را طرح میکرد این کار بارها تکرار شد و در پی هر گزارش سؤالات جدیدی از ایشان عرض میکردم به یاد دارم در روزگار قدیم که یک فقر ظلم نوجوانمردانه به برادر بهزاد نوی صورت گرفته بود ایشان از آن جرا رو سفید و پیروز بیرون آمد ولی تحقیقت روزی شخص رهبر فرزانه به سراغ بهزاد می آمد و تمامی پرنده های ساختگی در آن بیدادگاه فرمایشی را به طریق دوستانه تحویل بهزاد می کرد و دلخوری او را برطرف گردانند و این گونه است که رهبر فرزانه با حساسیت خارق العاده در جزئیات بازجویی دخالت می کند حتی در شب کودتای اخیر و دستگیری قبل از معرفی کابینه جدید نیز به یقین تصمیم گیرنده از شخص رهبر فرزانه بوده است و الا چه لزومی داشت بقایی که هیچ گونه دسترسی ندارد دستگیر گردد و به یقین این انتقام نیست که از احمدی نژاد که علیرغم فشار سنگین قبل از انتخابات حاضر نشد از کاندیدای تمامیت خواهان حمایت کند همینطور فریدون همین شیل و صرفا هر دو برای ایجاد وحشت در تصمیم گیرندگان برای انتخاب نامزدهای وزارتخانه ها و تحت تاثیر قرار دادن روحانی در قبول سهمخواهی و شروط پشت پرده جنای اقتدارگرا این شیل کودتا انجام پذیرفته است به یقین این سناریو مورد تایید ایشان یعنی رهبر فرزانه مخاطب گرامی این تماس توسط زندانی بازداشتگاه اوین میباشد به یقین این سناریو مورد تایید ایشان بوده هرچند که در جلسات خصوصی با روحانی و یا در سخنرانی منکر آن گردند این شبه کودتا به یقین طراحی ریاکارانه همچون اسلام سنتی ها مختلفه عروسکی که میشن بازی آنان سپا و به یک عدد رهبر فرزانه است عبارت بهتر همینه که سنگ ها را بستند و سنگ ها را باز گذاردند تا همانند اشتراش بتوانند رنگ ملت را مسافره کنند حالی جناب صادق خان امید است اگر این پاسخنامه را به تابلو میرسانید که نخواهید رسان حداقل سبب شاید زخمی با خود خلوت کنید شاید یکی از سلولهایت هنوز پاسخ در به راه انصاف و عدل بازگردید در پایان با درور به بانوی مظلوم شیرین عبادی و با آرزوی نجات ملت از زیر یوغ ستمگران نابکار رضا مرئی